در ادامه مراسم بزرگداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بخش شاعر و موکبهای حسینی آستانهای مقدس عباسی و حسینی سوگواری با عنوان حزن فاطمی را در منطقه بین الحرمین در شهر مقدس کربلا برگزار کرد ریاز نعمه سلمان رئیس بخش موکبهای این دو آستان مقدس در این باره گفت امسال برای دهمین ده سال پیاپی به مناسبت شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها برنامه سوگواری حزن فاطمی را در محدوده بین الحرمین برگزار کردیم که به مدت ده روز ادامه خواهد داشت. و یفزود در این دهه که می توان آن را محرم صغیر نامید، برنامه های مختلف صوتی و تصویری و داستان مظلومیت و زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها در شش بخش برگزار و روایت می شود. نیم سلمان ادامه داد، بخش اول درباره اسمت حضرت و ماجرای کسا یمانی بخش دوم درباره مباهله رسول خدا صلی الله علیه و آله علی با مسیحیان نجران بخش سوم درباره خانه حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان خانه وحی و وح وح رسالت بخش چهارم درباره خطبه آن حضرت در مسجد رسول الله بخش پنجم درباره ماجرای حمله به خانه حضرت فاطمه زهرا و شکستن پهلوی ایشان و بخش ششم درباره شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها است که تمام آنها با صوت و تصویر مناسب در بین الحرمین اجرا می شود. وی ادامه داد که همچنین برنامه نیز با عنوان نقاشی آزاد برای کودکان در نظر گرفته ایم تا هر کودکی بتواند تصویر ذهنی خود درباره به آتش کشیده شدن خانه حضرت فاطمه سلام علیها و مظلومیت آن حضرت را به تصویر بکشد و هدایایی نیز به آنان اهدا می شود. سلمان ادامه داد برخی تکیه ها و حیات های شرکت کننده در این سوگواره نیز کتاب های متناسب با این مناسبت را به مردم ارائه می کنند و در کنار آن مجالس شعر و مدهی فاطمی نیز برگزار می شود.